شباهنگ رو با پخش یه گزارش هنری ادامه میدیم. فرزاد ارجمند یکی از هنرمندای محبوب ایرانی در شمال کالیفرنیا است. نوازنده گیتار، آهنگساز و خواننده‌ای که در اطراف سان فرانسیسکو زندگی میکنه. او با وجود اینکه سالهاست از ایران دور بوده، ولی عشق و علاقش به سرزمین مادری رو حفظ کرده و توجه خاصی به فرهنگ و ادب اون کشور داره. تازه‌ترین آلبومی که فرزاد ارجمند روی اون کار میکنه، مجموعه‌ای که با استفاده از اشعار سهراب سپهری، شاعر معاصر ایرانی تهیه شده. به همین مناسبت آرش راد گفتگوی رو با فرزاد ارجمند ترتیب داده که توجه شما رو به دیدن اون جلب میکنم. فرزاد ارجمند آهنگساز و نوازنده گیتار ساکن منطقه بی‌ایریای سان فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا است. او که از سن نوجوانی به آمریکا آمده بیش از 35 سال است که خارج از ایران زندگی می‌کند. مهندس هواپیمایی است و به صورت حرفه‌ای نیز کار موسیقی می‌کند. او سال‌های سال گیتار برقی می‌زده و سپس به سراغ گیتار آکوستیک رفته است. از وقتی گیتار نایلون دستم گرفتم استایل فلامینکو رو شروع کردم و معلمی نداشتم به اون صورت، تا اینکه الان دیگه اومدم کارهای ایرانی میکنم، چون خارجی انجام میدادم و توی بیریا منو به نام فاز، چون فلامینکو جاز میزدم و فاز هم یه نوع با اسم من همراهی داره، منو به عنوان فاز میشناسن. این بر فرزاد ارجمند با گروه موسیقیش فاز که اعضای آن همگی از نوازندگان حرفه‌ای و سرشناس هستند، در کلوب‌های مختلف، برنامه‌های رادیویی، فستیوال‌های جاز و رستوران‌های سرشناس و گران قیمت شهر برنامه اجرا می‌کنند و طرفداران زیادی هم دارند. او تاکنون چندین سی دی موسیقی از کارهایش را که به صورت اجراهای موسیقی بدون کلام است ارائه کرده است. آشنایی فرزاد با شعرهای معاصر ایران، فریدون مشیری و سهراب سپهری و ساخت کار بر روی آنها تغییرات تازه‌ای را در موسیقی برایش ایجاد کرد. در شب تردید من برگ نگاه می روی با موج خاموش کجا؟ سهراب سپهری رو من تازه با آشنا شدم و خیلی هم برام تجربه آوره که نه تنها من، خیلی های دیگه نمیشناختن اونایی که در خارج هستن. خیلی هم میشناسن و متاسفانه من جز اون کسایی بودم که چون جوان بودم اومدم اینجا از محیط ایران خارج بودم، با این آشنایی نداشتم. ولی به محض اینکه این شعرها رو خوندم یه روحیه تازه‌ای داد. یه شعراش طوریه که اصلا میبینم که آدم نخونه یه چیزی کم داره تو این ادبیات فارسی، چون یه لغتهایی رو که خیلی ساده است و یک جوری استفاده میکنه که همش به دل آدم میشینه و با سبک گیتار زدن من خیلی خوب در میومد. او مجموعه 12 آهنگ از اشعار سهراب سپهری را برای مجموعه‌ای به نام من و سهراب تنظیم کرده و در حال آماده سازی آن برای ارائه به بازار است. کلیه کارهای آلبوم از تنظیم، ساخت و اجرا را خود به تنهایی انجام داده و این آلبوم اولین مجموعه خواهد بود که فرزاد در زمینه موسیقی ایرانی کار می‌کند. من برای ضبط نوارهای من و سهراب و نوارهای ایرانی دنبال خواننده ایرانی می‌گشتم. خواننده‌های ایرانی هم اونی که می‌خواستم رو پیدا نکردم. خواننده نیستم ولی خب مجبور شدم بخونم و از این به بعدم میخونم، چون خیلی راحت تره کارش. میگم شعراش انقدر قویه که واقعا خواننده به اون صورت مطرح نیست تا وقتی که فالش نخونه. او با وجودی که کار انفرادی بر روی یک آلبوم را به ضرر آن میداند، ولی معرفی و ارائه این نوع موسیقی و شعر را از وظایف حرفه‌ای خود قلمداد میکند. اینجا اگر این کار نکنیم از وظیفمون کم آوردیم و یک رضایتی که ما میگیریم به عنوان که چند نفر میفهمن این آهنگا رو، این شعرها رو میفهمن و تو گوششون میمونه، اسم استادای بزرگ ما میاد تو گوششون و این اسمها تو این مملکت غربت تو این بر دنیا روال پیدا میکنه، این وظیفه ما هست.
ارجمند که بیشتر عمر خود را خارج از ایران گذرانده و چند باری بیشتر به ایران سفر نکرده، ولی هنوز در اینجا احساس غربت می‌کند و امیدوار است بتواند روزی کارهایش را در ایران ارائه دهد. کی دوست نداره ایران برگرده؟ اینا به من بگین. میری ایران یه آب و هوای دیگه‌ای داره. شعر سهراب رو تو ایران بغل دریای خزر اجرا کردن اصلا یه هوای دیگه‌ای داره. ولی خب دیگه ما اینجاییم و اینجا برای ما همیشه غربت خواهد. آرش راد، صدای آمریکا، سان فرانسیسکو. چشم من در آن